اولین باره که کتاب یک نویسنده ایرانی در بین 6 نامزد نهایی جایزه بوکر بین المللی قرار گرفته. این جایزه یکی از معتبرترین جوایز ادبی جهانه که به طور مشترک به نویسنده و مترجم اثر تعلق میگیره. کتاب اشراق درخت گوجه سبز نوشته شکوفا آذر اولین بار به فارسی در استرالیا منتشر شد و بعد به انگلیسی ترجمه شد. داوران جایزه بوکر بین المللی در توصیف این کتاب گفتند این کتاب درباره قدرت تخیل هنگام مواجهه با بیداد است. درباره نیاز انسان برای درک جهان از راه آیین قصه گویی است. شکوفه آذر از راه خلق شخصیت‌های فراموش نشدنی در فضای رئالیسم جادویی داستانی می‌گوید که زیبایی فرهنگ کهن و پرتراوت را با ستمگری و سرکوبگری سیاسی یک رژیم گره زده است. نسخه PDF فارسی این کتاب در اینترنت موجوده و خانم شکوفه آذر هم روی خط اسکایپ با ماست تا درباره اشراق درخت گوجه سبز با هم صحبت کنیم. خانم آذر، ممکنه با خلاصه ای از داستان شروع کنید؟ رمان اشراق درخت گوجه سبز درباره یک خانواده 5 نفر است که در تهران زندگی میکردن اما به طور ناخواسته درگیر ماجراهای انقلاب و عواقبش میشن. دختر خانواده که بهار اسمش است و 13 سال است به طور ناخواسته در ماجرایی که انقلابیون در واقع به این خانواده حمله میکنن کشته میشه. خانواده انقدر دپرس میشن و ناراحت میشن که فراموش میکنن حتی به کارهای روزمره خودشون برسن. برای همین روح دختر ظاهر میشه تا غمهای اینها رو کمتر بکنه. وقتی که روحش ظاهر میشه همه با هم تصمیم میگیرن تا از تهران برن و به یک روستای خیلی ناشناخته در واقع به نوعی فرار کنن و امیدشون این هست که قطار انقلاب به اونها نرسه، ولی خب امید واهی هست و انقلاب به هر حال به تک تک گوشه و کنارهای ایران میرسه و دامن این خانواده رو باز هم میگیره. چقدر در خلق این داستان از زندگی شخصی خودتون الهام گرفتید و چطور این داستان تو ذهنتون شکل گرفت؟ خیلی الهام گرفتم از شخصیت خودم در نوجوانی و خیلی چیزها الهام گرفته شده از تجربیات شخصی من، اون چیزهایی که دیدم، شنیدم، خوندم و نوشتم. بعضی چیزها مستقیما از زندگی شخصی خودم الهام گرفته شده، مثل زندگی ما که خب ما هممون خیلی کتاب خون بودیم توی خانواده. شخصیت پدر هوشنگ اسم پدر من هست، روزا اسم مادر من هست که در رمان هم آوردم و خونه‌ای که در واقع خونه و باغ و روستایی رو که من توی رمان تصویر کردم به نوعی الهام گرفته شده از همون روستایی که من در کودکی بزرگ شدم و از تهران ما به اونجا رفتیم. اینجور چیزها خب مستقیما از زندگی خودم الهام گرفته شده، ولی خیلی چیزهای دیگه هم هست که من در دوره کاری روزنامه نگاریم و همینطور در زندگیم، چون خیلی آدم کنجکاوی بودم دوست داشتم قصه های آدم ها رو بشنوم. مثلا ماجرای پسری که 11 روز در زندان فراموش میشه، این یه داستان واقعیه. یا ماجرای مثلا روح هایی که میان و میرن، ماجرایی که من از دهان خیلی از دوستانم شنیدم، یا که روستاییایی که به این چیزها اعتقاد داشتن. در نتیجه خیلی چیزها برگرفته از تجربه شخصی من است، یا خوابهایی که دیدم. من حدود 25 ساله که خوابهام رو می نویسم و خیلی از این خوابها تصاویری هستن که توی این رمان اومدم. مثلا تصویر درخت بزرگ شونده، تصویری که من در یک از مدیتیشن هام دیدم، و یا تصویر اون خانه شیشه‌ای که دو غریبه همدیگر رو در میدان ده می بینن و هر کدومشون عیناً یک خواب رو دیدن و میگن که من خواب پدرم رو دیدم که در خانه شیشه‌ای بود که هر آن احساس می‌کردم که فرو میریزه، این خوابیه که من خودم دیدم و در واقع پدرم رو توش دیده بودم. منتقدان کتاب شما رو در زمره رئالیسم جادویی قرار میدن. شیوه روایت شما هم منو یاد 100 سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز میندازه. تو داستانم ارجاعاتی به 100 سال تنهایی شده. چه چیزی باعث شده که شما سراغ این سبک برید و آیا از کتاب 100 سال تنهایی الهام گرفتید؟ رئالیسم جادویی سبک مورد علاقه من هست و این رو از وقتی فهمیدم که 100 سال تنهایی رو در واقع خوندم و کشف کردم. اما به مرور هرچه بیشتر من ادبیات کلاسیک خودمون رو خوندم، چون من رشتم اصلا زبان ادبیات فارسی هست، یه ادبیات کلاسیکی که تو دانشگاه خوندم و بعدها به خاطر علاقه شخصیم پیگیری میکردم، دیدم که رئالیسم جادویی اگرچه به شکل مدرنش با مارکز معرفی شده به جهان، ولی در حقیقت ریشه در تمام ادبیات کلاسیک جهان
داره. شما وقتی مهابهاراتا رو میخونین، مثلا ادبیات کلاسیک هند رو میخونین، یا وقتی که هزار و یک شب خودمون رو میخونید، یا هر کتاب یا دارابنامه ترسوسی رو میخونید، یا خیلی از ادبیات کلاسیک خودمون رو، تمام جلوه های ادبیات رئالیسم جادویی رو درش میبینین. در واقع رمان من یک ادای دم و یک راه حلی در واقع پیشنهاد میده که در برابر تمام ظلماتی که زندگی ما ایرانی ها رو در این 40 سال فرا گرفته، ادبیات و هنر و تمام اون چیزهایی که ما از فرهنگ صرفا ایرانی خودمون میشناسیم، نه ایرانی اسلامی، ایرانی میشناسیم، چقدر قابل تکیه است و چقدر زیباست و ما چقدر میتونیم نه تنها بهش فخر کنیم، بلکه میتونیم باهاش شخصیت خودمون رو بسازیم و زندگیمون رو و فرهنگمون رو بنیان بذاریم. رمان من یک ادای دین به ایرانی بودنه، به فرهنگ ایرانه، به ادبیات ایرانه و به تمام زیبایی هایی که فرهنگ ما داره و متاسفانه یا سرکوب شده یا در حال نابودیه. تو کتاب ارجاعات زیادی داده میشه به وقایع تاریخی، شخصیت‌های اسطوره‌ای، ادبیات جهان و آیین و رسوم‌های کهن ایرانی، مثل ارجاع به اعدام‌های دهه 60 یا آینه‌بینی یا اعتقاد به جن در فرهنگ عامه. دلیل این همه ارجاعات چیه و چقدر زمان صرف تحقیق درباره اینها کردید؟ من برای نوشتن رمان اشراق درخت گوجه سبز تقریبا حدود 500 صفحه تحقیق نوشته بودم که این تحقیق شامل یادداشت‌های من می‌شد، شامل خواب‌ها، شامل تصاویری که به ذهنم می‌اومد، شامل مصاحبه‌هایی که با مردم کرده بودم در مورد حوادث انقلاب و نوت‌هایی که برداشته بودم از مقالاتی که خونده بودم، از کتاب‌ها و تحقیق‌های گسترده‌ای در مورد باورها و فرهنگ عامه و اساطیر خودمون و همینطور منابعی که در رمان اسم بردم، شخصیت‌ها، ماجراها مثل قطره‌های زنجیره‌ای، در مورد تمام اینها تحقیق کرده بودم و چکیده اونها رو در واقع به چکیده ترین شکل ممکن در رمانم آوردم. رمان من رمان 278 صفحه‌ایه ولی واقعا بدون اغراق میشه گفت صدها موضوع درش مطرح شده و دلیلش هم این بودش که دلم میخواست زیبایی ها در برابر زشتی ها توی رمان من به یک اندازه دیده بشه. موضوع داستان به هر حال درباره زشتی ها و پلشتی های عواقب جمهوری اسلامی ایران هست که همه ما این 40 سال اونو تجربه کردیم، اما در عین حال من میخواستم یک رمان صرفا سیاه ننویسم، رمانی درباره بدبختی ها و فلاکتمون. اینجور رمان ها نوشته شده، سینما ازش، فیلم های ساخته شده، حرفای زیادی درباره زده شده، همه ما بهش آگاهیم، ولی در عین حال من میخواستم در کنارش یک پیشنهاد بدم و پیشنهاد من زیبایی های فرهنگ ماست. ضمن اینکه خودم به شدت در جستجوی زیبایی هستم، من فکر میکنم مهمترین تجربه بشری تجربه درک زیبایی هست و زیبایی فرهنگ ما بی پایانه، زیبایی اساطیر ما بی پایانه و فقط باید این زیبایی ها دیده بشه، شناخته بشه و روش کار بشه و به عنوان یک تکیه‌گاه مهم بهش در واقع نگاه کنیم و بر اساس همون شاید بتونیم یک جامعه زیبا و سالم در آینده بسازیم، جامعه که متکی به خودمون باشه، متکی به زیبایی های فرهنگ خودمون. جایزه بوکر بین المللی به مترجم کتاب اهمیت زیادی میده، اما مترجم کار شما ناشناسه، چرا اینطوریه؟ رمان اشراق درخت گوجه سبز تقریبا 2.5 سال طول کشید تا به زبان فارسی نوشته بشه و وقتی که از همون اولش که شروع کردم به خودم گفتم میخوام کاملا بدون سانسور بنویسم و کاملا میخوام همون چیزهایی که بهش اعتقاد دارم رو بدون ترس و واهمه از هنجارهایی که در ایران وجود داره یا عرفهایی که وجود داره بنویسم و در نتیجه میدونستم که این رمان امکان چاپ در ایران هرگز نخواهد داشت. برای همین به فکر ترجمهش افتادم، مترجمی رو به سختی پیدا کردم، پیدا کردن مترجمی که تسلط کامل به زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی داشته باشه کار خیلی سختی بود ولی بالاخره پیدا کردم، اما در نهایت مترجم تصمیم گرفت که اسم واقعی خودش رو قید نکنه چون در ایران رفت و آمد میکنه و به دلیل اینکه این رمان رمانی هست که هم انقلاب اسلامی رو اساسا زیر سوال میبره و هم هنجار شکنی هایی داره، مثل هنجار شکنی اینکه خمینی یکی از کاراکترهای رمان من هست و چند رابطه عاشقانه سکسی توی رمانم هست، میدونستم که به هر حال میدونستیم که این رمانیه که در ایران مسئله ساز خواهد شد. در تصویری که شما از روح الله خمینی رهبر انقلاب ایران ساختید، اون پیرمرد متعصبیه که در مواجهه با ارواح اعدامیان دهه 60 و شهدای 8 سال جنگ ایران که برای انتقام سراغش اومدن وحشت کرده و به اجبار اونها یک قصر آینه‌ای در زیرزمین خونش میزازه که در اون گم میشه و در نهایت میمیره. چرا چنین تصویری ازش خلق کردید؟
خمینی شخصیتیه که خب به دلیل اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود، سالها در فکر من در واقع زندگی میکرد و در ذهن من حضور داشت و مدام بهش به عنوان یک شخصیت داستانی تلاش میکردم فکر کنم و میخواستم در رمان بیارم. اون رو در قصر آینه‌ای در واقع محبوس میکنم در رمان، که به دستور ارواحی که از جنگ برگشتن و ارواح اعدامیان دهه 60 در واقع مجبور میشه اون قصر رو بسازه. قصر عجیب غریبی هست، پیچیده و در واقع بی سر و ته. یک جایش مثلا ارتفاع 1 متر داره، یک جای دیگه ارتفاع 30 متر داره، پنجره در سقف هست، دری در زمین هست و این در واقع پوچی آن قصری رو که خمینی تلاش میکرد بسازه با جمهوری اسلامی ایران، با یک بهشت اجباری که در ذهن خودش داشت در واقع به صورت تمثیلی ساختم و میخواستم نشون بدم چقدر این تلاش بیهوده بوده. و در پایان هم خمینی در برابر دوره کودکی و نوجوانی خودش قرار میگیره و در برابر پرسشی که اون کودک ازش میپرسه که اصلا چرا تمام این کارا رو کردی، جواب قانع کننده پیدا نمیکنه و میمیره. مردمی که شما تصویر کردید در کتابتون در مقابل این خانواده فرهیخته و اهل کتاب و موسیقی هستند. مردمی که قاتل دختر 13 سالشونن، مردمی که به تماشای شلاق پسر نوجوان میرن و به هیجان در میان. همین مردم بیتا دختر خانواده رو که پری دریایی زیبایی شده به طرز دردناکی میکشن. چرا مردم در کتاب شما اینقدر سیاه و تاریک تصویر شدن؟ خب مردم هر جامعه رو از یه زاویه دید میشه به دو دسته تقسیم کرد، مردمی که آگاه هستن و مردمی که ناآگاه هستن. جمعیت ناآگاهان جامعه ما خیلی بیشتر از جامعه قشر آگاه ما هست. اما اون مثال هایی که زدید اتفاقا خیلی جالب بدونین که بخشش مثال هایی هست که از واقعیت ها اومده و از این حوادث ما نمیتونیم فرار کنیم، ما این حوادث رو نمیتونیم فراموش کنیم. ولی نکته اینه کجا اینها نوشته شده و مکتوب شده؟ هیچ جا. ما 40 سال یک انقلاب مقدس رو در کتاب ها و ادبیاتمون انعکاسش رو دیدیم، یک جنگ مقدس رو دیدیم، اما وقتی که میری با آدم هایی که درگیر جنگ بودن حرف میزنی، با آدم هایی که درگیر انقلاب بودن حرف میزنی، اون تقدس زدایی در واقع اتفاق میفته چون واقعیت ها رو میبینیم. ما هرگز از این رژیم عبور نخواهیم کرد مگر اینکه یاد بگیریم که تجربه هامون رو بنویسیم و از اشتباهاتمون درس بگیریم. مسئله ادبیات مسئله قضاوت نیست، مسئله اینه که چه اتفاقی افتاد بر ما. هدف من اینه که منعکس کننده تاریخ خودمون باشم و البته سبک رئالیسم جادویی رو انتخاب کردم برای اینکه سبکی که به شدت وابسته به فرهنگ روایی و شفاهی ماست، فرهنگی که درش روح و جن و باور به همه اینها وجود داره و آمیزه ای از تمام اینها به نظر من ما رو میسازه. ما فقط اون بخش سیاه جامعه که خطاکارن نیستیم، ما اون زیبایی های اون فرهنگ هم هستیم و من سعی کردم تمام این زشتی ها و زیبایی های فرهنگ خودمون رو به طور همزمان در رمانم تا حد ممکن نشون بدم. تو کتاب در چند جا صحنه های جنسی توصیف میشه و بعضی این کار شما رو نوعی هنجار شکنی در ادبیات فارسی به حساب میارن. نظر خودتون چیه؟ من فکر میکردم باید این کار رو بکنم برای اینکه در زندگی طبیعی ما عشق و سکس بخشی از زندگی طبیعی ماست و همه ما باید در برابرش یک واکنش طبیعی نشون بدیم، نه واکنش اگزاجره و غیر طبیعی. و 40 ساله که بوسیدن آدم ها در خیابون منع شده، آدم ها ندیدن هم دیگر رو که ببوسن، مهر ورزی کنن. ولی من فکر میکردم که در حالی که همه ما ها زندگی های توی خونه هامون هممون رابطه ها و تجربه های عاشقانه رو تجربه کردیم و باید وارد ادبیات بشه، برای اینکه معتقدم ادبیات اساسا منعکس کننده زندگی شخصی و زندگی اجتماعی ماست و در نتیجه جاشو در ادبیات ایران همیشه خالی می دیدم. ضمن اینکه اصلا جز بافت رمان قرار گرفت و باید می اومد. 40 سال در جمهوری اسلامی بزرگ شدن معنیش اینه که تو هرگز در هیچ رسانه رسمی اسم عشق رو نمیشنوی، اسم سکس رو نمیشنوی، مگر اینکه عشق اون عشق معنوی به خدا باشه یا اینکه سکس هم همیشه ازش بد گفته شده یا فقط در حریم خانواده ازش حرف زده شده، در حالی که در زندگی واقعی ماها اینطوری نیست و میخواستم که به هر حال اینها رو نشون بدم توی رمان. خیلی ممنونم خانم آذر. اگر ممکنه چند خط از کتابو به انتخاب خودتون برای ما بخونید. این یک صحنه عاشقانه است که براتون میخونم.
علی‌رغم انتظار من این بار این بیتا نبود که دست روی بازوی عیسی گذاشت، بلکه این عیسی بود که با دستهای ناشی و آفتاب سوختهش موهای نرم و قهوه‌ای بیتا را نوازش کرد و سرش را به سمت خودش چرخاند و با اعتماد به نفسی که فقط در جوانهای روستایی در برابر دخترهای شهری دیده می شود او را بوسید. با اولین بوسه تمام افکار منجمد، اخلاقیات من درآوردی و کتاب‌های روانشناسی عشق و خودشناسی آتش گرفت، دود شد و به هوا رفت و علف‌ها را سوزاند. آنقدر قاطعانه و آمرانه جغرافیای تن یکدیگر را میان شاخه‌های در هم تنیدی درخت‌ها و ساقه‌های بلند چمازها و پیلم‌ها تصرف کردند که کوچکترین کلامی حتی زائد می‌نمود. این بود که در تمام یک سال و 8 ماه و 2 هفته‌ای که هر روز و هر شب در تن و روح یکدیگر عشق ورزیدند، هیچ کدام حتی فرصت نکرد به آن دیگری بگوید دوستت دارم یا بپرسد دوستم داری؟